بلومبرگ، بررسی تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی. علی اسماعیلی، عضو مجلس ارتجاء: نظام جمهوری اسلامی در شرایط بسیار حساسی از تاریخ قرار گرفته است. تجمع اعتراضی غارتشدگان مؤسسه سامن در تهران. علی اسماعیلی، عضو مجلس ارتجاء، با نگرانی از بحران‌های گریبانگیر رژیم امروز طی سخنانی گفت: نظام جمهوری اسلامی در شرایط بسیار حساسی از تاریخ قرار گرفته است. از یک سو دشمنان خارجی و استکبار جهانی به هزاران شیوه نظام، مردم و سپاه ما را تحت فشارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار دادند و از سوی دیگر در داخل کشور نیز چالش‌های فراوان زیست محیطی، بیکاری و عدم اشتغال مناسب جوانان و دانش آموختگان، فقر و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین فسادهای گسترده اداری، سیاسی، بوروکراسی زائد اداری بر شانه‌های مردم عزیز ما بسی سنگینی می‌کند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود گفت: کاخ سفید در حال بررسی دور جدیدی از تحریم‌ها علیه رژیم ایران است. این تحریم‌ها نهاد مالی متناظر اینستکس در ایران را هدف قرار می‌دهد. بنا به این گزارش، دولت آمریکا بررسی تحریم نهاد مالی موسوم به سازوکار تأمین مالی و تجارت ایران و اروپا را آغاز کرده است. این مقام گفت: این نهاد مالی زیرمجموعه بانک مرکزی است و در اسفند ماه 97 به عنوان نهاد مالی متناظر اینستکس به طور رسمی راه اندازی شد. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: کمپین فشار حد اکثری علیه رژیم ایران ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. هیچ تفاوتی بین ما و متحدان ما در این هدف و محروم کردن رژیم ایران از سلاح هسته‌ای وجود ندارد. ما همچنین حول تهدید موشک‌های بالستیک رژیم ایران و فعالیت‌های تروریستی آن و نقض حقوق بشر در توافق هستیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: رژیم ایران با یک انتخاب ساده مواجه است. یا مانند یک کشور نرمال رفتار کند یا باید شاهد فروپاشی اقتصادش باشد. تنها راه حل رسیدن به توافقی جامع با رژیم ایران و رسیدن به 12 شرطی است که گذاشته ایم. زندانی سیاسی علیرضا شیر محمد علی توسط دو تن از عوامل رژیم در زندان تهران بزرگ به قتل رسید. عوامل رژیم با چاقو علیرضا شیر محمد علی را مجروح کردند که این زندانی سیاسی پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. علیرضا شیر محمد علی 21 ساله اهل محله نازی‌آباد تهران بود که در تیر ماه 1397 بازداشت شد. این زندانی سیاسی به اتهام توهین به خمینی و خامنه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه رژیم به 8 سال زندان محکوم شده بود. وی به همراه زندانی سیاسی برزان محمدی از 23 اسفند ماه 97 تا 27 فروردین ماه 98 در اعتراض به نداشتن امنیت جانی در این زندان دست به اعتصاب قضا زده بود. ایرانی به گوش باش، مجوزا فریبه. ایرانی به گوش باش، مجوزا فریبه. صبح امروز جمعی از غارتشدگان مؤسسه سکه سامن در مقابل دادسرای عمومی رژیم در نزدیکی بازار بزرگ تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گوش باش، مجوزا فریبه. غارتشدگان سکه سامن 21 خرداد 98. اسدالله بادامچیان، دبیر کل باند فاشیستی مؤتلفه، برآشفتگی خود را از موضع‌گیری رئیس جمهور فرانسه علیه رژیم نشان داد و گفت: امانوئل ماکرون گفته تا 2025 ابزاری در اختیار داریم و می‌خواهیم فراتر برویم. می‌خواهیم فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را مهار کنیم و موشک‌های بالستیک ایران را کاهش دهیم. از این اظهارات معلوم می‌شود اروپایی‌ها در رقابت با آمریکا برای نقض برجام هستند. ما جداً از وزیر خارجه می‌خواهیم سفیر فرانسه را به دلیل این مواضع مداخله جویانه و نقض آشکار برجام از تهران اخراج کند.